در حدود 3/4 از نمایندگان اروپا روز چهارشنبه به تجمیع مکانهای پارلمان اروپا در یک شهر رأی مثبت دادند. نمایندگان موافق این طرح معتقدند که به این ترتیب از صرف هزینه‌های بیمورد و ایجاد آلودگی برای محیط زیست جلوگیری خواهد شد. اشلی فاکس نماینده بریتانیایی پارلمان اروپا میگوید: من فکر می‌کنم اگر شما در اروپا مالیات می‌پردازید، امروز برای شما روز بزرگی است، چون این تصمیم سبب صرفه‌جویی بیش از 1 میلیارد یورو در مدت 7 سال و نیز باعث کاهش تولید هزاران تن دی اکسید کربن خواهد شد. نمایندگان مخالف استراسبورگ می‌گویند که رفت آمد آنها، کارکنان و خبرنگاران میان این شهر و مقر اتحادیه در بروکسل هزینه های زیادی در بر دارد و باعث تشدید آلودگی می شود. اما ساندرین بلیه نماینده فرانسوی عضو حزب سبز ها می گوید: مقر پارلمان اروپا کجا باید باشد؟ در استراسبورگ است. ما این را قبلا در پیمان نامه ها تصویب کرده ایم. این دیگر سوال کردن ندارد. همه می دانند که مقر پارلمان اروپا کجاست. مقر اصلی پارلمان اروپا هم اکنون در شهر استراسبورگ فرانسه است، اما در طول سال تنها 12 جلسه 4 روزه در این شهر برگزار می شود و نمایندگان باقی وقت خود را در بروکسل و در دفتر کمیسیون ها می گذرانند.